درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. روز دوشنبه است، 15 از ماه جون سال 2009 میلادی. در روزهای دوشنبه به مدت 1 ساعت و نیم، از ساعت 11:30 تا 1 بعد از ظهر در خدمت شما هستم. در باب مغالطات صحبت میکنیم امروز که مغلطه حکومت آخوندی از کنم به بن‌بست رسیده است. بهتر است با هم در باب این صحبت کنیم. واقعا روزگار شگفتنگی زیبایی شده است در ایران. اجازه فرمایید که یک غزل از حافظ بخوانم. میدانید من دوست ثانیه، شاید 10 ثانیه پیش از اینکه این دوربین باز شد، حافظ رو باز میکنم. حافظ رو باز کردم، غزلی آمده است برای شما. میخوانم: مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. زبان حال رهبر معظم جمهوری اسلامی. بله، 5-6 میلیون آدم در خیابان دیدم، یادم از حق بازی ها و آدم کشی ها و دروغ ها و ترفند ها و نیرنگ های خود افتاد. بله، مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و انگام درو. گفتم ای بخت بخسبیدی و خورشید دمید، گفت با این همه از سابقه نومید مشو. تکیه بر اختر شبگرد مکن کین عیار، تاج کاووس را بود و کمر کیخسرو، گوشوار زر و لعل ارچه گران دارد گوش، دور خوبی گذران است نصیحت بشنو. چشم بد دور ز خال تو که در عرصه حسن، بیدقی راند که برد از مه خورشید گرو. آسمان گو مفروش این عظمت کاندر عشق، خرمن مه به جوی، خوشه پروین به دو جو. آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت، حافظ این خرقه پشمینه بینداز و برو. بله، غزل ناب حافظ شیراز. خدمت شما عرض کنم که ما می نشینیم اینجا دائم در خدمت شما در یک نظرگاه تاریخی، مسائل سیاسی رو گاهی مطرح می کنیم، وقایع رو که چگونه مردم ما برای آزادی، ستون اصلی خواسته های مردم در 150 سال گذشته آزادی بوده است، مغالطات استبدادگران نبوده است. امنیت میخواستید آقا، تمدن بزرگ میخواستید، شما اسلام عزیز لازم داشتید، اساسا منتظر اسلام عزیز بودید. پنداری که مردم ما اسلام ندیده بودن یا اسلام نمیخواستن. و بارها خدمت شما عرض کردم که هر سیستمی در اون تضاد و مغلطه وارد شد به جایی نمیرسد. جانم بله، بذارین لطفا هر فیلم جدیدی میرسه سامان جان لطف کنید بگذارید تا هموطنان ما ببینند که در ایران چه خبر است. جنبش برای آزادی. بله، با درود بر شما. تو توجه فرمودی فیلم های جدیدی برسیده بود. آخوندها کم کم دست به اسلحه میبرن، استادان دانشگاه شنیدم استعفا کردن. و مطلب شگفتانگیزی که هست و بسیار شگفتانگیز هست، آخوندها هستن. هموطنان عزیز، آیت الله ها، این مفتخوران تاریخی، این زالوهایی که برگردن ملت سوار بودند، بیشتر از 1000 سال از خون مردم رو میمکند و اکنون ساکت شدن. این آقای صانعی که شما ظاهرش رو نگاه کنید چنان است که چنگیز خان مغول عمامه بر سر گذاشته است، در جواب نامه موسوی گفته است ما دعا میکنیم، دعا میکنیم، کار ما دعاست، کار حق هم عرض کنم که مستجاب کردن دعاهای ماست. پس کجا رفت اون فتواها که میدادید شما که میفرمایید که ما عرض میکنم که از جسد مظلوم حسین ما برخواستیم؟
کجا رفته است این آقای نمیدونم صافی گل پایگانی و اون یکی و اون یکی و همه این مفخورای واقعا گردن کلفت در داخل جامعه ایران که اینها مدعی این بودند که مظلوم هستند و طرفداران مظلوم هستند و مبتنی بر مظلومیت حسین است که این همه گریه میکنند و مهمل میگویند سر منابر. امروز پشت مردمان نایستادند. هموطنان گرامی فراموش نکنیم اینها با آمدن این رژیم دستشان به کیسه مردم باز شد و اکنون با اینکه میلیون ها نفر ایرانی در خیابان هستند و اینها میدانند نیرنگ شده است و دروغ بوده است و این کار حقه بازی به علن بوده است، این آیت الله العظمها همه ساکت هستند. تا کنون هیچ خبری از اینها نیست. تنها کسی که گفتند ممکن است شجاعتی به خرج بدهد و اینها همین آقای صانعی بوده است که عرض کردم عکسش رو من دیدم وحشت کردم. اول با فکر کردم چنگیز خان با عمامه است. این آقا گفته است که آقای موسوی نامه شما رسید، ما دعا میکنیم. بله، از ابتدای کار این رژیم پربرکت بر حقه بازی و کلاه بر سر ملت گذاشتن بود. همون زمانی که این آقا آمد گفت که تعرف ها چاپ کردن که جمهوری اسلامی بله یا خیر، این کلاهبرداری بزرگ از اونجا شد. در واقع آمده بود این آقا سخنان در باب آزادی گفته بود، در باب عزت گفته بود، در باب لزوم تساوی زن و مرد گفته بود، در باب نمیدونم تقسیم پول نفت و از اینجور قضایا گفته بود اینها. بعد آمد جمهوری اسلامی بله یا خیر، آنم شد انتخاب. از همان ابتدا، یعنی واقعا اگر نیک بنگریم به قضایا، بزرگترین کلاهبردار این چند قرن تاریخ ایران روح الله الموسوی الخمینی است. اساسا میخوام خدمت شما عرض کنم که آخوند به خصوص آخوند شیعه اهل انتخابات نیست، معتقد نیست به انتخابات. اینا همون کسانی هستند که تمام پادشاهان رو اینها قاصبین حکومت میدانند، حکومت رو با حق خودشان میدانند. فراموش نکنیم اینها که هستند و فلسفه سیاسی اینها بر چه مبانی استوار هست. اینها آمدن گفتن آقا بعد از علی بن ابی طالب حق حکومت میرسد به بچه های او و این جفر احمر و جفر ابیض و شمشیر و قرآن و زبور نمیدونم داوود و اینها در این بوده است، داده است به حسین و باطن قرآن داده است به حسن، حسن داده است به حسین و اینها رسیده است به حضرت عرض کنم که امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و ایشون چون رفته است به ته چاه ما نماینده هستیم، حاکم ما هستیم. این که دیگر انتخاباتی ندارد که، معتقد نیستن اینها به انتخابات. تنها انتخاباتی که در تاریخ اسلام شده است و انتخاب درستی بوده است و صحیح بوده و بی تقلب بوده، انتخاب ابوبکر بوده در صحیفه بنی ساعده. اینا هزار سال است نشستن، بیشتر از هزار سال است که میخوان اون رو هم باطل کنن. شما انتظار دارید آخوند برای شما یا برای ما انتخابات انجام بده؟ انتخابات صحیح؟ عرب جمع شده است بعد از مرگ محمد، گفته است آقای که انتخاب کنیم. یک شیخ کبیری بوده است، دوست یار غار رسول فلان، شیخ محترم، اولین مردی که مصدر اسلام آورده، آمدن با او دست دادن، بیعت کردن. اینا خود این حضرت علی علیه السلام هم به انتخابات اعتقاد نداشته، چون با ای که همه مردم بیعت کردن و رأی دادن به ابوبکر، غور میزد، خودش هم رأی داده و خودش هم غور میزد اون پشت مشتا. و این همون کسی است که نیمی از جامعه مسلمانان طرفدار معاویه بودن، این شمشیر میکشید بره رأی اونها رو باطل کنه، اونها رو بکشه. حضرت علی علیه السلام. اینها از این بستره عرض کنم که جریانات تاریخی و سیاسی برخواستن. اینها رو ما باید بشناسیم تا ما شناخت نداشته باشیم نسبت به امور، قضاوت‌های ما حتما غلط خواهد بود. سر کله این آقا پیدا شد در میان راه، مردمی که عرض شود که حقوق سیاسی خود را از دست داده بودند برای احقاق حق و استیفای حق خود از اون رژیم به پا خواسته بودند، در خیابان‌ها آمده بودند. کسی نبود، اونچنان طاعون عرض کنم که استبداد بنیه سیاست رو تضعیف کرده بود در مملکت ما که هیچ کس نبود. آقا آمده کلاه گذاشته، اینا یادگاران او هستن. حضرت عرض کنم که رهبر مسلمین جهان فیلم های جدید ملازم میکنید و میگویند بیشتر از 4 میلیون نفر برای پشتیبانی از موسوی، که فراموش نکنیم امروز موسوی بهانه است
جنبش علیه بی‌عدالتی های این رژیم رو ایشون سیمبولایز میکنه. بنابراین عرض کنم که نفی موسوی در این مقطع کردن از عقل به دور هست و مردم میدانند چه میخواهند. عدالت میخواهند نه موسوی، آزادی میخواهند نه موسوی. اما این موسوی هر آینه آمده و عرض کنم در این مقطع توجهات رو به خود جلب کرده و بایستی که این جنبش مردم پشتیبانی بشود. میبینم بعضی دوستان مینشینن، البته من که تلویزیون ندارم متاسفانه، این ستلایت ندارم، ولی میشنوند که در این تلویزیون ایرانی یک عده‌ای هم حالت خروس رو پیدا کردن. خروسه مدعی شد اگه من قوقلقو نمی کردم خورشید نمی زد. یه قوقلقوی من بود که خورشید زد. اینجا که آقا ما گفتیم که مردم اومدن بیرون. ببینید که چه میزان پرت هستن بعض هموطنان ما، چه میزان بیخبر هستن و چه میزان نادان و خودخواه هستن. از این صحبت ها میکنن آقا یک ملت بزرگی 70 میلیون داره کار خودشو میکنه، اونا زیر فشار هستن، این همه فقر و گرفتاری و اعدام و دار کشیدن در معابر و این همه تحقیر و توهین در حق ملت به جان آمده، این مردم به جان آمدن، آمدن در خیابان ها. و حرف شما بود یا یک کسی میگوید که اینها همه از برای اون استبداد گذشته است، اینها آمدن که استبداد رو دوباره برگردانن. اینها سخنان مهمل و بی‌معنی است. عرض می‌شود که مردم به راه خود میرن و اینها بسیار بسیار عقب هستن از عرض کنم که جریانات داخل مملکت ما که برای آزادی است و همیشه برای آزادی بوده است و تا این آزادی به چنگ نیاید این ملت آرامش نخواهد یافت. حداقل 100 بار این موضوع رو بنده خدمت شما اینجا عرض کردم و بیش از 100 بار اینجا خدمتتون عرض کردم که هر سیستمی داره تضاد باشد منفجر خواهد شد. این تضادی که این رژیم ایجاد کرده بود و ایجاد کرده است و به ضرب چماق میخواست که این جامعه رو عرض کنم که اسلامی نگه دارد و زیر سیطره این قانون اساسی واقعا منحوس و این سیستم منحوس نگه دارد به جایی نمیرسید. این تضادها سبب انفجار شد و من مطمئن هستم این یک آغاز جدیدی است برای پایان دادن به این حکومت. حالا چگونه انجام خواهد شد؟ آیا قدم به قدم پیش خواهد رفت؟ آیا عرض کنم که این چیزی که در ایران به وجود آمده این پدیده بسیار بزرگ که قابل مقایسه با انقلاب 57 است تا به این لحظه سبب انفجار بیشتر و سقوط حتمی حکومت احتمالی حکومت خواهد شد بنده نمیدانم، اما این یک آغاز جدیدی است برای استیفای حقوق ملت در بند ایران. و میخوام خدمت شما عرض کنم که در موضوع آزادی توجه داشته باشیم. به دست آوردن آزادی بسیار آسان تر از نگهداری آزادی است. مطلب مهم نگهداری و پرورش آزادی است، به جهت اینکه این آزادی وقتی در جامعه متولد میشود، قانونمندی وقتی در جامعه متولد میشود، به خصوص در جامعه‌ای که عناصر استبداد و سوابق استبداد هستند، به مثابه یک کودکی طفلی شیرخوار است که بایستی مواظبت بشود تا به رشد برسد و نیرو بگیرد و سر پای خود بایستد. ما این نوزاد رو در مشروطه رها کردیم، زیر پوتین ها له شد نوزاد آزادی و بعد هم عرض کنم که بیگانگان دخالت کردند و نگذاشتن، اما اندیشه و آمال مشروطه از میان نرفت که همانا آزادی و حاکمیت ملی باشد. و این جریانات که میبینید همه دنبال همون جریان 100 سال پیش هست هموطن. و این بار اگر آزادی به دست آمد با چنگ و دندان به قول معروف بایستی از این آزادی نگهداری کرد، مردم را آموزش داد. مردم ما بایستی بدانند که نگه داشتن آزادی مدت‌ها زمان طلب می کند، پشتیبان این آزادی بایستی بود. هنوز به قول یکی از دوستان فرانسویان نگهداران آزادی خود هستند. به معنی که پاپ یک صحبتی می کند که مربوط می شود به امور خصوصی، شروع می کنند به احتساب کردن و نمیدونم اعتراض کردن و اینها که این آخوند دارد در کار ما دخالت می کند، آزادی ما رو به خطر انداخته. به معنی اینکه کوچکترین کاری می شود مربوط به دموکراسی در این مملکت، مردم تحمل نمی کنند، همه چیز رو تحمل میکنن جز دخالت در امور آزادی. حتی یک تابلوی بوده است، بارها خدمتتون گفتم اینا وقایع بزرگی است، اینها رو نباید دست کم گرفت. در حوزه عرض میکنم که سیویک سنتر یکی از این شهرهای آمریکا یک تابلوی بود اونجا روی سنگ گذاشتن که ده فرمان بود، ده فرمان
زنا نکنید، نمیدونم آدم مکش، نمیدونم فلان نکن. خب اینا چیز خوب بوده برای چند هزار سال پیش. مردم آمریکا تحمل نکردن، گفتن آقا این دخالت دین هست در کار حکومت، بردن دادگاه و عرض کنم که بولدوزر رو بردن از ریشه کندن این رو. گفتم ما این رو تحمل نمی کنم چون دادگاه ما اینجاست. این تعلیمات عرض می کنم که آیه قرآن شریف بایستی بره و در مساجد هموطن فراموش نکنیم، هدف رو گم نکنیم. بسیار محترم است عرض می شود که اما در مسجد این تعلیمات عالیه قرآن شریف برای اداره جامعه مدرن نیست. این یک چیزی بوده است برای مناسباتی که هزار بار ما اینجا تکرار کردیم به واسطه اهمیت قضیه، برای 1500 سال پیش. حالا هرچی اینا به در اون روزگار هم نمیخورد، به جهت اینکه در اون روزگاری که این تعلیمات عالیه نوشته شد، روم زیباترین قوانین رو داشت. مدت ها بود، قرن ها بود از مدنیت یونان و دموکراسی گذشته بود. ایران چه قوانینی داشته است، بسیار بسیار پیشرفته. اینا چیزهای عرض میکنم که بیابانی از یک جامعه تقریبا وحشی و نیمه وحشی برخواسته بود، اینها قابل تحمیل و قابل اعمال در یک جامعه مدرن نیست. شلاق زدن و قصاص چشم برآوردن و مطالب مربوط به حقوق زنان اینها میسر نیست در این جامعه، در هیچ جامعه میسر نیست. این است که این رژیم با سیاهکاری های خود در تضاد افتاده است و این انفجاری که ملاحظه فرمایید فریاد دادخواهی ملت مظلوم ایران هست برای استیفای حقوق از دست رفته خود. و همه ما بایستی یک زبان از کنم که پشتیبانی بکنیم و تقویت بکنیم و کمک بکنیم. این است که من بسیار خوشحالم یکی از زیباترین روزهای زندگی این بنده ناچیز خدمت شما هستم همین امروز بود است که دیدم چند میلیون نفر آمدن به اتفاق و اتحاد و از کنم که تقلب رو بر نتافتن، تقلب رو بر نتافتن، این حق بازی رو دیگر بر نتافتن و نبایستی این جنبش خاموش بشود. من امیدوار هستم که این آقای موسوی که هر آینه از مامورین رژیم بوده است و از فرزندان حضرت امام بوده است، این به جای خود، اما این اون مایه شرافت در اخلاق داشته باشد که بایستد و عرض کنم که مردم ما رو و شرافت خود رو وجه المصالحه نکند با عرض کنم که بله بله چه جالب است این داستان. خواهش میکنم سامان جان اون موزیک رو پخش کنی بر میگردیم با هموطنان صحبت میکنیم. یک موسیقی ساختن بچه ها و فرستادن، خیلی جالب است. این رو ما پخش میکنم خدمتتون و بر میگردیم در خدمت شما هستیم. خیلی خیلی جالب است، عجب ذوقی دارن بچه های ایران. هیچ کس نمیتونه شکست بده مردم متحد و هیچ کس نمیتونه شکست بده. ما میگیم حکومت رو نمیخوایم، رئیس جمهور عوض میشه. ما میگیم این رژیم رو نمیخوایم، جای مهره ها عوض میشه. ما میگیم حکم دستور نمیخوایم، هیچی رو با حضور نمیخوایم، آزادی رو برای همیشه میخوایم، پول رو هم با التماس نمیخوایم، شکنجه زندان اعدام نمیخوایم، آقازاده خرق ثروت مردم رو در فقر و فلاکت نمیخوایم. اگر فساد علتش تو تمرکز قدرته، توی تمرکز ثروته، پس نیاز ما تقسیم قدرته، تقسیم ثروته. نه دیگه، بس دیگه، بت‌پرستی نمیخوایم، رهبر و ارباب نمیخوایم. نه دیگه، بس دیگه، بت‌پرستی نمیخوایم، رهبر و ارباب نمیخوایم. El pueblo unido jamás será vencido. The people united will never be defeated. مردم متحد و هرگز نمیتوان شکست داد.
مردم متحد و هر کس نمیتوان شکست داد. محمود دروغگو. خدمتتون یه رو عرض کردم که این آقای احمدی نژاد اگر سر سلامت هم به گور ببرد و دورش تمام بشود، این یک روزی دچار دیپرشن خواهد شد و در کنج انزوا در منتهای بدبختی خواهد مرد، چون یک پادویی بوده است که آمده و یک شغل درست حسابی مملکت رو اشغال کرده، رئیس جمهور مردم ایران. واقعا دیشب دوباره تکرار می‌کرد آقای لری کینگ به این میگفت آقای رئیس جمهور، آدم خجالت میکشه. آقا ما خجالت میکشیم، اینا آبرو ما رو بردن. آقا این چه در چه حدی است که بیاد مردم ایران نمایندگی بکنه؟ من عکس ها رو نگاه میکنم، عکس های 100 سال پیش، رجال برجسته در کاریبر بین الملل، باور کنید، نگاه کنید، عکس هایی هست از همون دورهای نخستین مجلس شورای ملی و قبل از اون، چه رجال برجسته ای. در عصر ناصرالدین شاه یا آدمایی بودن مثل میرزا طی‌خان امیرکبیر و پیش از آن مثل نمیدونم ابوالقاسم قائم مقام فراهانی، این رجال بزرگ مملکت، اینها مردم ما رو نمایندگی میکردن. مایه شرمساری است واقعا، خجالت نمیکشن اینا. البته دلیلش هم واضح هست. ببینید هر سیستم دیکتاتوری که آمده است، معمولا دیکتاتور میخواهد درخشان ترین چهره باشد و همه کارهای خوب به نفع او باشد، کارهای بد رو معمولا به گردن دیگران بیاندازد. و عرض شود که این تاریخ استبداد قرن بیستم و قبلش رو که ما نگاه بکنیم، این دیکتاتورها که می آمدن آدمهای بی ارزه و چاپلوس دور خود جمع می کردن
پادوها رو این آقای هیتلر از اون همه جنرال های مشهور و جهانی آمده بود، دو تا آدم رو آورده بود در دفتر کار خودش، یکی آقای فیلد مارشال کایتل که این رو در دفتر فیلد مارشال کرده بود، یعنی اینقدر شرم‌آور بود خود این آقام خجالت کشید. بعد از فتح فرانسه این کایتل هم فیلد مارشال، آقا من کاری نکردم چه فیلد مارشالی باسی باشم، 200,000 نمیدونم دوچمارک هم به این آقا دادن که هرگز نگرفت، گفت من حق حقانیتش ندارم، تا این حدم شرف داشت، اما مرد چاپلوسی بود و یود وقتی زنگ میزدن که در فلانجا شکست خوردیم، ما چگونه خدمت رهبر معظم عرض کنیم که شکست خوردیم؟ آقا یه چیزی بگید که حالشون خوب بشه. و رژیم های گذشته، قتل تیمورتاش، سردار اسد به همین دلیل بود، بیرون کردن رجال سیاسی، آوردن یک آدم بی عرضه‌ای که فکر میکنم عرضه یک مدیریت مدرسه هم نداشت مثل این آقای هویدان به همین دلیل بود باز، یعنی بیرون کردن شخصیت های عرض میکنم که کار آمد و مورد احترام مردم. این آقا می پادو رو آورده است اونجا که هر امریه که میدهد، این بهترین شغلی که فکر میکنم به درنی آقا میخورد به ظاهرش و باطنش اینا، در یک قهوه خانه چای بیاره مثلا. پادو نمایندگی یک ملت 6-7 هزار ساله رو این آقا در سطح جهان مقابل این دوربین ها و اینا هی میگن ملت ایران، ملت ایران. بپرسیم آقا اینه بشینیم چه گوشه راجب این ملت ایران و سوابق ملت ایران و بزرگی های ملت از این چرت و سوال بکنیم ببینیم چی جواب میده. نور ازش متساعد شده. و جالب اینجاست مردم ما خیلی باهوش عمل میکنن، صحبت از انداختن نظام نمی کنم، اما در بطون ما میدانیم که این حرکت برای چیست. مردم حکومت آخوندی نمیخواهند. عرض کردم تنها رفراندومی که الان مردم از واقعا بن دندان بدون احتیاج دارن یک رفراندومی هست که آقا ما جمهوری اسلامی میخواهیم یا نه، این قانون اساسی رو میخواهیم یا نه، این شورای نگهبان و نهایت ولایت فقیه و اینها رو مردم ما میخواهند یا نمیخواهند. گمان اینها یک سر خطا بود، یعنی در واقع از کنم که این خمینی که آمد و اندیشه های او و کسانی که اطراف او بودن گفتن که این ملت مست شده و به راه خطا افتاده، بایستی ما این نشعه این مستی رو از سر اینها زایل بکنیم. شروع کردن به کشتن آدم های بیگناه. کسانی که اینا کشتن، این افسرانی که کشتن، اینا بیشترشون بیگناه بودن واقعا. برای چه کشتن؟ برای ایجاد رعب و وحشت و بعد شروع به تصفیه ها و بعد قطع بودجه هایی که در باب ایران شناسی و همه این دپارتمان هایی که در روزگار گذشته تشکیل شده بود، همه اینها رو عرض میکنم قطع کردن و آوردن اسلام عزیز و معرفی اسلام عزیز و بنده نمیدانم چند هزار مسجد و مصلا و امامزاده و اینا ساختن برای اینکه عرض شود که منقطع بکنن اندیشه های ایرانی رو از گذشته. شما نگاه کنید هر موقع ما عکس تخریب جمشید دیدیم چند تا سنگ ازش نقایب است، قبر کوروش در حال تخریب خراب شدن است. آوردن نظام جدید و اندیشه جدید و گمان البته بارها گفتم این بود که فرزندانی که در این دوره پربرکت از مادر متولد می شوند همانا اینها سربازان امام زمان هستند، فدایان روح الله الموسوی الخمینی و عوان انصار او هستند. و عرض می کنم که برعکس داستان، غافل از اون که جهان حرکتی دیگری دارد و بارها خدمتتون گفتم چاره ای ما نداریم جز آزادی. ما محکوم هستیم به آزادی. این دیکتاتورها آمدن با چوب و چماق و نمیدونم سرکوب و اینها حرکت تاریخ رو کند کردن، اما در سرنوشت نهاییش البته اینها دخالتی نخواهند داشت. جز آزادی هیچ راهی نیست و عرض میکنم که این مردمی به پا خواسته حتما این آزادی رو به دست خواهند آورد و حتما در این بار حتما آزادی رو هم صیانت خواهند کرد. و این نهادهایی که اینها به وجود آوردن، اینا گمان کردن خیلی باهوش هستن، نشستن اینا مأمورین اطلاعاتی دارن و کارشناسان دارن و رایزنان دارن و توده‌ای های سابق دارن و ورشکستگان آلمان شرقی در اختیار دارند و ورشکستگان کره‌ای در اختیار دارند و اینا طرح‌ها ریختن که خب ما میدانیم که رژیم گذشته بدون جهت سقوط کرد که ارتباطش رو یکسره با مردم قطع کرد، یعنی مردم رو به هیچ گرفته بود، نه انتخاباتی بود نه صحبتی بود
رژیم کار خودش رو میکرد، مردم هم مات متحیر نگاه میکردن، ناگهان منفجر شد. حالا ما چه میکنیم؟ یک استبداد اسلامی به شیوه خلافت علی بن ابی طالب میآوریم، اما رویش رو دموکراتیک میکنیم که مردم رو عرض میشود که فریب بدهیم و جهان رو هم فریب بدهیم، همه بدانن و بگویند که به 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 عجب دموکراسی در ایران هست. اما آشخ مرتضی، قدرت در دست ما و پول در دست ما و سپاه پاسداران در اختیار ما و نیروهای شکنجهگر و سرکوب در اختیار ما و همه تصمیمات اساسی در اختیار ما، عجب چیز خوبی شد آشخ مرتضی. غافل از این که این بابا این ماجرا از کنم که مثل شما یه فرمول ریاضی بنویسید برای طرح یه ماشین، اما در یک جا فرمول غلط باشه، در تضاد بیفته، منفجر میشه اون ماشین، به جایی نمیرسه. این است که این 30 سال با این ترفند و این نیرنگ و این حقه پیش بردن و سرانجام عرض کنم که مشمول در واقع همون چیزی شدن که همه مغالطات میشوند معمولا. و امروز من فکر میکنم دامنه جریانات و صحبت از اپوزیسیون میکردیم که اپوزیسیون وجود ندارد، اینک اپوزیسیون، یعنی چند میلیون نفری که رأی دادن به علاوه همه ناراضیان رژیم، یک شبه یک اپوزیسیون متشکل داخل ایران به وجود آمده است که تظاهراتش رو ملاحظه می‌فرمایید. بنده فکر نمی‌کنم دیگر این رژیم حتی با چماق بتواند برای مردم حکومت بکند. اگر اندک مشروعیتی از دیدگاه بعض کسان داخل مملکتاشون رو هم از دست البته داده است، میماند مردم بسیار بسیار فقیر و نادان مملکت ما که این آقای احمدی نژاد داره دسته به همون شیبه مولای متقیان که عرض کنم که اموالی که میبردن به مدینه یه بخشیش رو تو توبره میکردن، شبا اینجا اونجا میدادن، بردن تقسیم کردن به همون چیبه مدینه. غافل از این که آقا اقتصاد مملکت که بدین جهت میسر نیست که شما پول تو توبره کنی بری آقا، باید برای مردم کار تولید بکنی. این گروه باقی ماندن. بنده نمیگویم احمدی نژاد رأی نیاورده است، احمدی اینجا کجاست قربان؟ اینجا تهرانه، دانشگاه تهران. به به به، تصویرا که میرسه لطف کنید بذارید خطا، مثل که بعضی هموطنان روی خط هستن. مطلب مهمی که هموطن خواستم خدمتتون عرض کنم این است که به محضی که بنده رسیدم با چهره هیجان زده مهندس شجره روبرو شدم که ما رو زدن، یعنی تصویر ما در ایران دیده نمی شود و ایشان میگفتند که لازم است و به درستی میگفتند لازم است ما روی 2 ستلایت باشیم که اگر یکی از این تصاویر رو زدن با تشکیلات الکترونیکی که دارن ما بتوانیم تصویر خود رو به ایران برسانیم و استمداد میکردن برای کمک که بتوانن روی تلستار 12 هم باشن، یعنی تصویر ما بایستی هم روی عرض کنم هاتبرد باشد هم روی تلستار 12 و استمداد میکردن. از بنده خواستن که عرض کنم این مطلب رو خدمت شما عرض کنم و عرض میکنم. اینجا کجاست سامان جا؟ دانشگاه تهران. بله، با توپ و تفنگ و عرض میشود که سرریزه و اینها ریختن در دانشگاه و معمولا در خیزش های ملی یکی از سنگرهایی که همواره سنگر مبارزات ضد استبداد بوده است همین دانشگاه ها بودن و معمولا نخستین قربانی ها دانشگاه هستن، دانشجویان هستن و عجب نیست دانشجو در سن 17 18 نمیدونم 19 سالگی وارد دانشگاه میشود و محیط دانشگاه معمولا قلبی دارد که میتپد برای مردم و برای رنجبران و رنج میکشد از مفاسد جامعه. این است که دانشگاه ها سنگرها هستند. اجازه فرمایید با بعض هموطنان صحبت کنیم. درود بر شما هموطن، بفرمایید. من خواستم با آقای پارسا صحبت بکنم. تشریف ندارن عزیزم، گوشی خدمتتون باشه. درود بر شما، بفرمایید. سلام آقا خسته نباشید، من از اروپا زنگ میزنم خدمتتون. فرکانس ها رو میخواستم. فرکانس ها رو میخواستین؟ ما الان قطع هستیم، فرکانس های ما که فرکانس سابق هست در ایران ما قطع هستیم. در اروپا هم قطعیم سامان جان؟ بله در اروپا هم قطعیم. ای دادی بیدار. خب شما میتوانید از طریق کامپیوتر شاید اینترنت نگاه بکنید؟ میکنم ولی خب میخواستم برای افرادی که براشون مشکله این کار انجام بدم. الان قطع هستیم، باید این موارد بعدی رو خدمتتون از طریق همین پارس تیوی گزارش بکنیم یا
هر سبت که سایت هایی که می توانید دسترسی داشته باشید. متاسفم که نمیتونم الان کاری براتون بکنم خانم. قطع کردن، زدن. امیدوارم که همه برنده بشیم توی این جنبشی که به وجود اومده. بله. از شما خیلی متشکرم که سوالمو جواب دادید. مزاحمتون نمیشم. مخلص شما عزیزم، لطف فرمودید خانم گرامی. قربان شما. خدا درود بر شما، بفرمایید. درود بر استاد عزیزم. مخلص شما قربان، بفرمایید قربان. مرتضی هستم از مرتضی استاد. حال شما چطوره مرتضی جان؟ خوب هستین؟ خدا شما. چه خبر قربان؟ خبر جدید، یک چیز من ناراحت میکنه تو این مسیری که مردم انتخاب کردن برای مبارزه، اونم دوباره شعار الله و اکبر و نصر من الله و فتحون غریب و ایناست. بله. مورد دیگه یک چیزی که منو خوشحال میکنه، من نمیدونم چی اینا رو پخش کرد، توی دستای مردم عکس مرحوم دکتر مصدق رو امروز میدیدم. به 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 به، اشتهایی بود که من نتونستم بخونم ولی تعدادشون زیاد بود. در کجا؟ در تهران؟ در تهران امروز توی تظاهرات امروز تعداد بسیاری عکسای دکتر مصدق دست مردم بود. خب عجب نیست عزیزم، عجب نیست، من تعجب نمیکنم ولی خوشحال هستم که میشنوم. به به. مورد دیگه هم که هست، یه سری اینا جیره خور دارن، این لباس شخصی ها و بسیجا که امروز در ضلع شمالی میدان آزادی، اسم خیابون جدیدشو نمیدونم، آتش گشودن به روی مردم و خبر کشته شدن یک نفر تایید شده ولی میگن تعداد کشته ها بیشتر 7-8 نفره. شروع به تیراندازی کردن. عجب، منم این خبر رو شنیدم. بله بله. مورد بعدی اینه که یه سری جیره خور اینا دارن که خب مورد اونا معلومه، بسیجی ها و هستن و نمیدونم این نیروهای فشار. من واقعا نمیدونم این چیکار کردن، چه شستشوی مغزی دادن این سربازها. اینا هم پلیس ها جز مردم هن. جوری که من تو این فیلم ها دیدم اینا مردم رو میزدن، واقعا من باور نمیکردم ایرانی هم، که دیدم مردم چند تاشون گرفتن و واقعا ایرانی بودن. من نمیدونم این سابقه داشته ایرانی بیاد اینجوری ایرانی رو بزنه، اینقدر با بیرحمی جوری با پوتین اینا مثلا یه نفر جیر می آوردن می زدن که انگار نمیدونم کینه شدیدی بر دل دارن و می خواهد استخونای اون رو همونجا لیه کنن. و این عکس های دانشگاه رو نشون دادید، من عکس های دیگه ایجا بیام که از بچه ها چی کار کردم. بله عملا و من نمیدونم اینا ایرانی هستن نیستن، اینا شستشوی مغزی داده شدن، اینا چی شده که اینا چی کار کردن؟ مثل این ببخشید مثل این سگهایی که بهشون خون میدن و از تاریکی بیرونشون نمیارن تا وحشی تر بشن. بله مرتضی جان، بله، ولی ادامه نخواهد داشت. ممنونم عزیزم، صحبت دیگری ندارین؟ نه متشکرم، ممنون، قربونتون برم، متشکرم از شما. هر سبت که فراموش نکنیم هر رژیم خودکامه سرکوبگری تعدادی خط 4 رو بگیریم. بفرمایید. درود بر شما. درود بچه‌ها، فقط به من ببخشید، از ایران بچه‌ها گفتن که اینا انصارای دولتی زنگ می‌زنن خونه مردم، از مردم همینطوری به صورت اصلا حساب نشده تلفن مردم رو میگیرن، به مردم تهدید میکنن، میگن که شما تو تظاهرات دفعه آخرتون باشه که شرکت میکنید. ولی این در حد یه جنگ روانی که راه انداختن که میخوان مردم رو اینطوری بترسونن. اگه فقط مردم بدونن تو ایران اگه بهشون زنگ زدن اینا اصلا رو حساب کتاب نیست، که اینا جنگ روانیه که این ارکانهای دولت داره راه میندازن. خیلی ممنونم، خبر خیلی خوبی بود، صحبت خیلی خوبی بود کردین. صحبت دیگری نداشتین؟ شما از ایران زنگ میزنین؟ از کجا زنگ میزنین؟ نه دیگه مزاحمتون نمیشم، خیلی ممنون، خواهش میکنم عزیزم، قربان شما برم. قربان شما، موفق باشید. بله عرض میکردم که هر رژیمی سرکوبگری تعداد افرادی رو دارد، بیچاره ها رو میرن نمیدونم از کجا، مردمان محروم که هزاران سال در دل این سهاری ایران چنان زیستن که گویی اهل این مملکت نیستن. شما وضع بلوچستان رو نگاه کنید، تمام اون منطقه اون چنان زیستن این مردم بیچاره که گویی جز مردم مملکت نبودن، اموال اینها رو در تهران میخوردن. این تهران دزدگاه بوده هموطن، یعنی اموال همه مردم ایران رو در اینجا میخوردن. محل خیانت این تهران بوده، محل توطئه علیه ملت این تهران بوده، سری نمیزدن که ببین آقا این بلوچستان، این زابل، این زاهدان، اینا کجا هستن؟ آیا برای اینا باید یه کاری کرد؟ نباید یه کاری کرد؟
بیچاره های خوزستان، کردستان، در جاهای دیگر، اینها مردم محروم. بعد این رژیم آمده است به نام خدا و حسین و حسن و عرض میکنم هزار سال تاریخ شیعه و قرآن و اینها، یه عده مردم ناگاه رو آورده، یک جسه به دستش داده، یک تلویزیون رنگی و نمیدونم مقداری پول، اینها گفت اینا رو بکشی میری به بهشت. در ماجرای کشتن عرض کنم که بهائیان در زندان همدان، دوست خیلی نزدیک من که در اونجا عرض کنم که صاحب منصب بود و اینها، گفت که اینها رو چند تعداد بهائیایی که اسمشون رو برد بیچاره ها رو، پزشک بدنشون بود، نمیدونم معلم بود، مردمان خوب، مردمان خوب که مردم اینا رو دوست داشتن، گو آوردن یکی از این آخوندها که بهش میگوین نمیدونم چی چیز ایدئولوژیک زندان، اینها آوردن اینها رو برد در اتاق، گفت اینها رو آورده بودیم آزاد بکنیم بیچاره ها رو، کاری نکرده بودن که ناگهان امریه امام رسید که بکشید اینها را. گو آمد اونجا با اینا صحبت کرد که هرچه اینها رو خارتر و زارتر و فجیدر بکشید مقام شما در بهش بالاتر هست. گفت اینا آمدن با سرنیزه شکم بیچاره رو پاره میکردن. اما ادامه ند نمیتواند هیچ، هرگز وقتی که عرض کنم مردمی به پای خواستن با این ترتیب و با این فجایع، رژیمی نتوانسته بماند و حکومت کند. کار بدتر شده، کار بدتر شده. من به شما قول میدم اگر این رژیم حماقت بکند و بکشد تعدادی از عرض کنم که همین کسانی که در دمونستریشن هستن و اینها، کارش زارتر خواهد شد، کارش زارتر خواهد شد. و همه این بودجه هایی که صرف استخدام آدم کش کرده است از نیروهای نیپو که من شنیدم لبنانی هستن و عراقی هستن و از جای دیگر آوردن، به علاوه ایرانیان، همین هایی که مانند این عرض کنم که جلادان برج لندن در قرون وسطا لباس میپوشن برای ایجاد رعب و وحشت، چون آقای علی خامنه‌ای عرض میشود که قویاً معتقد است که النصب به رعب، مثل همون روزگار صدر اسلام، یه روزم گویا گفته بود است که آقا 89 فرمودن با سربریدن و کشتن و تجاوز به زنان مردم و بریدن اموال اسلام رو مستقر کردن. این مردم رو باید زد، باید ایجاد رعب کرد. بر اساس همین فلسفه بود که فرمان کشتار رو صادر کرد در کار قتل‌های زنجیری. اما جامعه ما بیدارتر از اعراب 1500 سال پیش بوده گویا. اینها نمیتوانند جلوی مردم رو برای همیشه بگیرن. بعد خب مطلب دیگری که از نظر خود بنده اهمیت داره، از نظر بسیاری از هموطنان که لطف دارن و برنامه سرزمین جاوید رو دنبال میکنن، باز خدمتتون عرض کنم، این است که با توجه به این قطع و وصل شدن این عرض کنم که تلویزیون ها و این زدن این ستلایت ها، مدتی هم در این اندیشه بودیم که به زودی سایت بهرام‌مشیری.com رو به طور زنده ما راه اندازی خواهیم کرد به کمک تیم شمال کالیفرنیا که همه زحمات رو اونا میکشن، که ما بتوانیم به طور زنده بنشینیم اونجا با شما هموطنان گرامی صحبت کنیم. این است که به مرزی که این عرض کنم که راه اندازی شد و کارش به پایان رسید، خدمت شما عرض کنم که بتوانیم اونجا با هم صحبت کنیم، از اونجا بتوانیم همدیگر رو پیدا بکنیم. سایت بهرام‌مشیری.com. اجازه فرمایید که یک موسیقی کوتاه دیگر، تصاویری اگه هست سامان جان پخش بکنید لطفا. ما هم عرض شد که با دوستانی که در اون اتاق کنفرانس هستن دیداری بکنیم، بگردیم خدمت شما وطنان و با شما صحبت کنیم تا چند دقیقه دیگر. دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترچه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما، دشت بی فرهنگی ما، هرزه تمومه علفاش خوب
اگه خوب بد اگه بد مرد دلای آدماش دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه یار دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما دشت بی فرهنگی ما حرف تمومه علفاش خوب اگه خوب بد اگه بد مرد دلای آدماش دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه یار دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما وطن نام تو نام نامداران همه فصل تو بادا نوبهاران وطن سبزی سپیدی سرخ گونی مبادا دشمنت را جز زبونی وطن فلاد شهید و شهر وطن پا تا به سر کن وطن ترانه زندانی وطن قصیده ویرانی ستاره ها اقدامیان ظلمان به خاک اگرچه میری سهر دوباره برمیخیزم بخوان که دوباره بخوانم این قبیله قربانی گل سرود شکستم را با درود بر شما وطنان گرامی حتما در جریان اخبار هستید مرتب عرض کنم که اخبار جدید میرسد موضوع مهمی که باید توجه به اون داشت این است که مردم یعنی به طور ذاتی و طبیعی انسان دوستدار آزادی و عدالت است
این مهر به عدالت و مهر به آزادی با انسان متولد میشه. و این ماجرا که آغاز شد در حدود روزگار امین‌الدوله بود و روزگار میرزا تقی‌خان که تشخیص داده بود که عدالت فقط زیر سایه قانون میسر هست و این موضوع قانون در روزگار ناصرالدین شاه مطرح شده بود و او هم میخواست که ایران مثل اروپا بشه، بعد به قول خودش به معنی که میگفتن آقا قانون یعنی که شما نباشید، میگفت آقا صحبت قانون نکنید. موضوع به قول خودش در یادداشت کتابچه یادداشت‌های عطابکی میگوید در اندیشه کنستیتوسیون بودم، که همون کنستیتوشن و قانون اساسی است که ما میگوییم کنستیتوشن، در اون روزگار مطرح بوده و مردم پیاپی آمدن و کوشیدن آزادی خواهان رو زیر عنوان خائن، زیر عنوان نمیدونم توده‌ای، زیر عنوان نمیدونم جاسوس بیگانه کشتن، زیر عنوان نمیدونم جدایی طلب کشتن و منحرف کردن در واقع جنبش های مردم رو. عرض کنم که این زورگویان و دزدان و همون کسانی که میشناسید منحرف کردن، ایجنت های خارجی و غیره و اینها. باید بسیار بسیار مواظب باشیم که این یکی رو منحرف نکنن، این جنبش صمیمانه مردم رو برای آزادی وجه المصالحه نکنن پشت درهای بسته، کاری که این سید محمد خاتمی کرد. این آقا کار مردم ایران رو چندین سال عقب انداخت، آمد با اون قیافه خندان و اون گردن کلوف که بی غیرتی از همه از کنم که سلول‌های بدنش ظاهر هست، آمد و سخن از دموکراسی کرد. چه شوری برانگیخت این آدم و مردم شدن شیعیان خاتمی. خاتمی را کسی زیاد نمیشناخت، اما از بیزاری از این رژیم منحوس آمدن به سر خاتمی، رفت مردم رو مجبور مصالحه کرد، احساس مردم رو، عواطف مردم رو، اعتماد مردم رو مجبور مصالحه کرد که بیاد بگوید که ما گفتیم دموکراسی، دموکراسی اسلامی، ما گفتیم حقوق بشر اسلامی، و بعد سرکوب‌های خشن رو بگیر و ببند و مردم رو خاموش کردن. و این آقا به عنوان یکی از خائنین به مردم ایران در تاریخ نامش ثبت خواهد شد، هیچ بنده شک و تردید ندارم. امیدوارم این آقای موسوی که امروز در واقع عرض میکنم که اندیشه های آزادی خواهی و اصلاح طلبی در این آقا، در کلیت این آقا متبلور شده است، این آقا وجه المصالحه نکند و نمیتواند که بکند. فکر میکنم ماجر از این صحبت ها گذشته و ما توجه داشته باشیم که ما رو دوباره فریب ندهند و به چاه نیندازند، چون هر سرات که موضوع نظام مطرح نشود که آقا نظام در کدام نظام، نظامی نیست این سیستم عقب افتاده با این قانون اساسی که مایه خجالت واقعا این قانون اساسی. این قانون اساسی برخواسته از خواست و رأی ملت نبود، فراموش نکنیم، فراموش نکنیم چی شد. قرار شد مجلس مؤسسان مرکب از نمایندگان ملت ایران بشود، ناگهان اون راسپوتین رو فرستادن جلوی تلویزیون، آخوندها نقشه کشیدن که آشق مرتضی فرصت به دست ما آمده است به این ملت میدان ندهیم، اون راسپوتین رو فرستادن. بهشتی آمد گفت کسانی که بایستی در این مجلس شرکت کنن متخصصین امور اسلامی باشن. آقا این چه مزخرف و مهملی است. در مجلس اول مشروطه حلیم پزها آدم فرستاده بودن، چه اشکالی داشت؟ این مردم ما هستن، مردم هستن، شاهزادگان بودن، اصناف بودن، عرض کنم که صنف حلیم پزها نماینده داشتن در من، چه اشکالی داشت؟ نخیر متخصص امور اسلامی، چون این یادتون هست چه فرفوری هم میکرد، با چه کبر و با چه عرض کنم که عجبی سخن میران این آدم، که بله متخصصین امور اسلامی واسی باشند. از همون جا بود که کلا سال مردک گذاشتن، یعنی ادعا خون جمع شدن کتاب قرآن شریعت نوشتن مبتنی بر همین پنج اصل شیعه، قانون اساسی نوشتن. مشکل ما این قانون اساسی است، این حقوق ملت رو تأمین و تضمین نمی کند هموطن. این قانون اساسی است که باعثی برداشته بشود. آخوند بایستی کارش از حکومت مردم جدا بشه، کار آخوند از قبر به بعد است، کار مذهب که بسیار هم محترم هست عرض می شود که
برای مسائل معنوی است، برای مسائل اخلاقی است، برای حکومت نیست. شما نگاه کنید در این رژیم واقعا بنده هنوز نفهمیدم گناه مرزش کجاست، جرم مرزش کجاست، چه چیزی گناه است چه چیزی جرم است. این است که فراموش نکنیم که کلیت این نظام محترم که عرض کنم که دستش به خون ملت آلوده است. و یک دوستی دارم در تگزاس عبارت جالب به کار برده، گوید بین این رژیم و مردم یک دریاچه خون هست. جنایت های رژیم رو فراموش نکنیم، خانواده های داغدار هستند، کسانی که فرزندان خود را دست دادن و عرض کنم این بچه ایران رو کشتن. مخلصم آقای قطع عزیزم، قربون شما برم، ممنونم از شما، خوشحالم از دیدنتون امروز و چقدر خوشحالم که دوست قدیم و عزیز من جناب انقطاع هم در تلویزیون پارس هستن. مدتی خدمتشون بودیم در NI TV، روزگار خوبی بود آقای انقطاع. بله الانم تکرارش بود. بله بله خیلی خوشحال هستم. بله بله نوشتن آقای انقطاع خط شماست. بله مشهدی حسن نماینده بقال‌ها در مجلس دوم پیشنهاد داد که بودجه دربار زیاد است، نباید پول مردم خرج تشبیه درباری شود. درود بر شما. و تغییر زادم دنبالش رو گرفت، گفت ما پول نداریم به محمد علی میرزا بدهیم. محمد علی میرزا میگفت صدای تغییر زاده است، صدای توپخانه از گوش من سیستر است، آزار دهنده. ممنونم از شما، درود بر شما جناب انقطاع عزیزم، دوست عزیز بزرگوار من. بله یه بار دیگه براتون میخونم. مشهدی حسن نماینده بقال‌ها در مجلس دوم پیشنهاد داد که بودجه دربار زیاد است، نباید پول مردم خرج تشبیه درباری شود. نماینده مردم بودن که تخصص رو در فقه لازم ندارد. به همین مجلس فکسنی به قول بعضیا در همون روزگار مشروطه، از زمانی که این مجلس تشکیل شد تا روزگاری که تعطیل شد، یعنی تا روزگار مجلس پنجم که بعد استبدادی شد مملکت ما، خیانت به ملت نکرد این مجلس ملت. چون یک حال و هوایی است این مجلس مقدس شورای ملی. من میخوام خدمتتون عرض کنم، بار هم گفتم دو مکان مقدس بنده در ایران میشناسم، یکی طوس هست زادگاه فردوسی، یکی مجلس مقدس شورای ملی. فراموش نکنیم رأی ملت در اونجا منعکس است. تصاویر صبح تهران رو میبینیم هموطنان گرامی، تصاویر صبح تهران. از فرمایید که درود بر شما. بفرمه قربا، بفرمه قربا. الو بفرمه قربا. درود بر شما استاد. درود بر شما قربان، مخلص شما عزیزم، بفرمایید نازنین. به خدا و تبریک میگم به شما از اینکه روشنگری های شما و آموزش شما خلاصه خیلی زود نتیجه داد. آفرین بر شما، آفرین بر شما. من میخواستم خبری رو که خدمتتون عرض بکنم اینه که یکی از دوستان ما در خیابونی که کار میکنه نزدیک سفارت سوریه هست، توی یکی از این ساختمان‌های بلند اونجا هست، میگه همیشه حیات اینا رو ما می‌بینیم و ایشون گفتن دیروز که حیات اون سفارت سوریه رو که نگاه می‌کردن تعداد زیادی کماندو به خط شده بودن در سفارت ترکیه، در سفارت سوریه. سوریه بله بله, بله هیچ بعید نیست، میشه قبول کرد. بشار اسد احتمالاً کماندو فرستاده برای نجات خامنه‌ای. بله هیچ بعید نیست قربان، هیچ بعید نیست، چون قضیه مناسبات مردم با مردم سرزمین دیگری نیست، مناسب دزدان با هم هست. آقا شما به ما کمک کنید، ما رو نجات بدید. و ممنونم، خیلی مطلب جالبی فرمودید عزیزم. امر دیگری ندارید؟ بله عزیزی ندارم. درود بفرستم با آقای شجره، با آقای انقطاع، با آقای میبودی و سایر دوستان که و ایرانیان عزیز که همیشه همواره در کنار ایران و ملت ایران بودند. درود بر شما، درود بر شما، خیلی لطف کردید، ممنونم از شما، متشکرم. هر شبت که بله هیچ بعید نیست، هیچ بعید نیست. اون دوستی که من به شرفشون اعتماد دارم میگفتن نیپو، این نیروهای پیرو به رهبری که حضرتشان برای خودشان یعنی ویژه کار خودشان انتخاب کردن، اینها از در راه لبنان هستن، از شیعیان عراق هستن که در ماجرای این جنگ و اینها انتخاب کردن، پولهای گزاف اینها میدن که اینها وقتی که نتوانند نیروهای سرکوبگر ایرانی از عهده بر بیایند اینها رو وارد میدان بکنند. قیافه هاشون هم معلوم هست، لباس هاشون هم آشکار هست و
هر صحبت که این صحبتی بود که ایشان کرد، بنده شنیدم یکی از اینها رو گرفتن، گویا فارسی هم بلد نبوده. بنده شنیدم، هیچ اصراری ندارم که این خبر صحیح است، و عربی صحبت میکرده. وجود مبارکشون رو باید به قیمت خون ملت هم که شده حفظ بکنم. عرض میکردم که اپوزیسیون در ایران این شکاف بستنی نیست. این کلاهی که بر سر ملت رفت، عرض میکنم که با حرف و سخن و اطلاعیه و مصلحت نظام و این حرفها، این شکاف بستنی نیست. اپوزیسیون در ایران امروز تشکیل شده و هر صحبت که مخالفان رژیم، ناراضیان، عدالت خواهان، آزادی خواهان که همیشه در ایران بودند، اینها ایستادند در مقابل این رژیم. و اگر کوچکترین مشروعیتی به نظر بنده که از ابتدا مشروعیت نداشت، چون از ابتدا با کلاهبرداری آغاز شد، عرض کردم به ضرس قاطع روح الله الموسوی الخمینی بزرگترین شیاد و کلاهبردار قرون اخیر ایران بوده. رژیم حکومت اسلامی بله یا خیر، ببینید چگونه سر مردم با کلاه گذاشتن. جمهوری اسلامی ایران، بالها در باب این عبارت ما صحبت کردیم. آقا جمهوری که اسلامی و مسیحی نداره، مثل بگیم جمهوری مسیحی آمریکا یا مجلس شورای اسلامی. آقا مگه این مردم بایستی جمع بشن در باب مطالب اسلام صحبت کنن یا در باب فقه صحبت کنن؟ اگر که قرار است مجلس شورای اسلامی تشکیل بشود، بایستی نمایندگان کشورهای مسلمان جمع بشن در لیبی، در یک از کشورها به طور عرض کنم که چرخشی جمع بشن، در باب مصالح و مصالح اسلام صحبت کنن. این مجلس شورای ملی است. هر جا واژه ملت بود برداشتن اسلام گذاشتن، اما کارشان که به ادبار میرسد و استقرار، ملت ملت میکنن، ملت شریف ایران. خب این ملت شریف ایران بوده است که 30 سال شما تحقیر کردین با تمدنش، با سوابقش، با بزرگانش، با همه دشمنی ورزیدین، چطور شده شد ملت شریف ایران؟ اسلام کجا رفت پس؟ و چرا اسلام نمی کنید؟ چی شد این اسلام؟ که 30 سال از صحبت خیار شد اسلام، صحبت بادمجان شد اسلام، صحبت خربوزه است اسلام، هر صحبتی شده یه اسلام هم بهش چسبیده بوده. آقا خفه کردید با اسلام، مثل که مردم ایرانی اسلام رو نمیشناسن. آقا این مردم ایران بودن، اگه شرف این اسلام پیدا کرد از این مردم بوده، از ابن سیناهاش بوده و نمیدونم از خوارزمیهاش بوده و اینها. اسلام کردن، خفه کردن این ملت رو، حالا شدن ملت شریف ایران. این احمدی نژاد در مناظرش با موسوی بیشتر از 10 بار 15 بار ملت شریف، ملت ایران، ملت ایران میکرد. اگر این ملت اینقدر شریف و عزیز هست، پس چرا به 4 میلیونش که امروز آمده بیرون گفتن دشمن؟ اینا دشمنان هستن، ایجنت خارجی هستن. درود بر شما هموطن، بفرمایید. سلام جناب مشیری عزیز. من یک سری اطلاعاتی دارم، خواستم در خدمتتون بذارم. من دو سه شبی که نخوابیدم و می‌خواستم به اطلاع هموطنان برسونم که از کسانی که گلوله خوردم بالاخره توی کوی دانشگاه آسیب دیدن، 5 نفر از این دانشجوها متاسفانه شهید شدن، فوت کردن. و قراره که فردا پیکر اینا تشییع بشه، اگر تحویل بده استادای دانشگاه که اعتصاب کردن. تعداد کسانی هم که در تظاهرات تهران کشته شدن بیشتر از 1 نفر، تا به حال 4 نفر رو من اطلاع دارم که اعلام کردند. و از اون طرف در جاهای دیگه، در شهرهای دیگه هم تظاهرات ادامه داره. من تا اینجا خبر دارم که توی تبریز هم، تو تبریز و اصفهان و کرمان این تظاهرات بوده، و در تبریز هم تیرباران صورت گرفته و من خبر ندارم که چقدر تلفات در تبریز داشته. فکر میکنم دیگه الان، چون آقای موسوی هم با اینکه من خودم از مخالفان ایشون بودم، ولی ایشون اومده سفت وایستاده و میگه که باید آرای مردم ازش محافظت بشه، فکر میکنم الان وقت خورده گرفتن نیست که چه شعاری داده میشه یا بله اومده یا نه. بله. تصور بنده این هست که الان وظیفه ما ایرانیان خارج از کشور این هست که خبرگزاری های خارجی، تمام آزاداندیشان رو، اینها رو بیدار بکنیم و وادار بکنیم که از ملت ایران حمایت بکنن. درود بر شما. شما کجا زنگ میزنی عزیزم؟
من از استرالیا زنگ میزنم. این خبرشون خبر دانشجو هستیم در استرالیا و من از چند تا دانشجو هستیم که مرتب داریم تمام خبرگزاری ها رو ما چک بکنیم و این اطلاعات کلیم و یه تصاویر بسیار بسیار شنی از فجایع این رژیم در تهران از شبکه بی بی سی هم پخش شد که بسیار زننده بود. شما این خبر کشته شدن دانشجویان رو از کجا آوردید؟ کشته شدن دانشجویان تا 5 نفر رو آقای سازگارا همین چند دقیقه پیش توی شبکه وی او ای اعلام کردن از منابعی که ایشون دارن. سازگارا گفتن؟ بله بله، شبکه وی او ای چند دقیقه پیش اعلام کردن آقای سازگارا. خیلی ممنونم عزیزم، خیلی متاسفم میشنوم، خیلی متاسفم. صحبت دیگری ندارید؟ قربان شما، از تلویزیون گوش میدم. متشکرم از شما. خب ببینید، این از اون وقایعی است که هر شبت که سبب خیلی من متاسفم اگر این خبر درست باشد که به نظر میاد که درست باشد، من تسلیت میگویم به خانواده هایی که بچه‌هاشون از دست دادن و ملت ایران که فرزندانش رو داره از دست میده به خاطر این رژیم منحوس، و این سبب خواهد شد که این جنبش صلح‌آمیز که برای استیفای حقوق ملت بوده است رنگ خشونت بگیرد و دامنه کار را حتما عمیق‌تر و وسیع‌تر خواهد کرد. یعنی این آخوندهای حکومتی فکر نمی‌کنم بعد از این ماجرا بتوانند عادی سازی بکنند در مملکت و باز آب به مجرای سابق باشد جاری شود. میسر نیست چنین چیزی. با این جنایاتی که انجام دادن، درود بفرستن به اساتید دانشگاه، معلمان، مدرسان که بر نتافتن این ستمگری رو و اعتصاب کردن. امیدوار هستن که عرض کنم که این اعتصاب دامنش به کارگران به خصوص صنعت نفت هم بکشد و مردم مظلوم ایران بایستی شکایت بکنن. ما بایستی این مطالب رو عرض کنم که به سازمان ملل متحد ببریم. اساسا یک رفراندوم بایستی در ایران بشود که آیا مردم ایران این رژیم رو میخواهند، این قانون اساسی رو میخواهند یا نمیخواهند. آقا حق مردم هست. 30 سال پیش یه آخوند پاچه برمالیده آمده این داستان رو به پا کرده، کلا سر مردم گذاشته. خب اون کرده، این بچه های ایران چه تقصیری دارن؟ درود بر شما، بفرمایید جناب مشیر. درود بر شما. درود بر شما قربان. جناب مشیر، من روز شنبه بود که از ایران خیشان زنگ زدن، بچه های دانشجو، بچه خواهرم، بچه های برادرم، اینا خیلی ناراحت بودن، عجیب. گفتن که ما رفتیم رای دادیم، خواستار تغییر، کلن تغییر در ایران بودیم، از این وضع واقعا خسته شده بودن و اینو آقای موسوی رو به عنوان تغییر میدیدن جلوی احمدی نژاد، جلوی نظام. بله بله. و واقعا داشتن گریه میکردن، گفتن از ما سوء استفاده کرد، احمق گیر آوردن ما رو، کشوندن اونجا. بله. بعد به ما رای ما هم هیچ حساب نکردن. من نخواستم پیشنهادی بدم به این آقایون که میگن رای ما به حساب تقلب شده درش، این احتیاج به دوباره برگزار کردن رای گیری نداره. هر کسی در اینا شناسنامه داره و اینا میتونن بگن، درخواست کنن عکس همون رو به حساب جلد شناسنامه اینا که با عکس و کد ملی رو بالا بنویسن و ارسال کنن به صدا آقای موسوی. خیلی راحت میشه بگیم، اینا هم میتونن در اینترنت هم بذارن و قشنگ معلوم میشه که چند نفر بهشون رأی دادن. اصلا هیچ چیز مشکلی نیست، نمیخواد دوباره از اول بیان رأی گیری بکنن. خیلی راحت آسوده یک فتوکپی میگیرن از رونوشت بشن آسنامشون و کد ملیشون رو بالا مینویسن و میدن به آقای موسوی. بله خب اینم پیشنهادی است. بله خیلی ممنونم عزیزم. مطلبی دیگر ندارید؟ خیلی ممنونم. متشکرم. بله اجازه بدید که خطی دیگری. درود بر شما هموطن، بفرمه قربان. درود بر شما هموطن، بفرمایید. اینجا کجاست؟ جلوی ماشین موسوی رو مردم گرفتن. ببینید چه خبره. بله ملاجه و فرباد مظلومان ایران زمین، آزادی خواهان برای تغییر و
و این چند روز حقیقتاً چند روز افتخارآمیز هست و این همه ننگ، لکه های ننگی که این احمدی نژاد و دارودسته سعی کردن به پیشانی مردم بچسبانن همه زدوده شد. همه مردم جهان دانستن مردم ایران بیدار، پیشرو، مترقی و آزادی خواه هستن، تن در نمیدهند به دیکتاتوری یه همچین آدمی. واقعا افتخار، همه هموطنان بایستی افتخار بکنن در واقع به این چند روز. عرض کردم احترام و عزت یک ملت به خاطر آزادی خواهانش هم، نه اینکه برجش چقدر بلنده و چند تا جاده داره و چند تا تونل داره، اینا باعث آبرو حیثیت نیست. احترام ملت بزرگ هند به واسطه گاندی و مردم آزادی خواه هندوستان بوده و هست. دیکتاتورها خیال میکنن که برج بلند و تونل سوراخ کنیم و جاده پهن کنیم و مجسمه بسازیم افتخار برای ملته. نه، این افتخاری که ملازم فرمایید. یک بار دیگه صحنه رو نشون بدید لطفا. امیدوارم این آقای موسوی فکر نکند که مثلا همچین آدمی است که این همه آدم برای این جمع نشدن، مردم برای آزادی جمع شدن، این رو وسیله کردن این بیچاره رو. اینم خب از اونها بوده دیگه به هر صورت، اما بهانه به دست آوردن مردم. این آقا رو سمبل مبارزه با کلیت این رژیم کرد. این آقا نباید به ریش خودش بگیرد که بله من اونچنون رهبری هستم یا بودم که این همه، نه، برای خاتمی هم چنین کن، برای فرار از این مزایقی که این جانوران بر مملکت ما درست کردن و این همه جنایت. شما فکرشو بکنید چه میزان زنان رو به دار کشیدن، تاریخ سابقه ندارن. آقا شما اگر میفرمایید این عورتان عقلشان کم است، مطابق عرض کنم که دستور قرآن شریف و مولای متقیان گفتن این زنا دیوانه هستن، عقل ندارن، اگه زن عقل ندارد پس چرا به شما به دار میکشید؟ پس چرا مسئول اعمالشه؟ اگر 4 تا چشم زن برابر 2 تا چشم مرد است و 2 تا کله زن برابر کله مردم نیست، حتی پس این همه اعدام و شکنجه و اینا زنای بیچاره و دختران ایران چه برای همه چیز اینها مغلطه و عرض کنم که تضاد بوده و امروز برملا شده است. هموطن فراموش نکنیم که حرکت برای آزادی است، برای استقرار حاکمیت مردم هست و عدالت هست. این موضوعات رو فراموش نکنیم و بایستی از این جنبش همه ما پشتیبانی بکنیم، تکروی نکنیم، خیال کنیم این برای فلان کس هست که در آمریکا خوش خرم نشسته است و عرقش را میخورد و قماربازیش را میکنه. نه، اینا نیست. مردم ایران حقوق خود رو میخوان استیفا بکنن از این داستان، حقوق تاریخی و ضایع شده چند هزار سالشون رو میخوان بگیرن. خب خیلی خوشحال هستم که خدمت شما بودم با پوزش از هموطنانی که روی خط هستن. یه خط دیگری هم مردم میگیرم. درود بر شما هموطن، بفرمایید. درود بر شما هموطن بفرمایید. سلام علیکم آقا، لطف کردین جواب دادین، قربونت برم. توی عکس من الان با یکی از جوانای ایرانی دارم توی چت میکنم، یه عکس فرستادن، اینی که زدن این بنده خدا رو کشتن، عکسش توی VOA است، Voice of America. من سوئد زنگ میزنم، عکسو برام هم فرستاده. این خون این بنده خدا ریخته رو زمین، اینو حتما اونجا بیارین نشون بدین. ای داده بیداد. اوکی عزیزم، مرسی، ممنونم از شما، خیلی مرحمت کردی زنگ زدی. اینو همین الان برام هم فرستاده. من یه خود تکنیکشو بلد نیستم چجوری بفرستم برای شما، ولی گفت آدرس چه پرسیدم، گفته توی VOA است. این بیناموسا اینو کشتن، خونش ریخته، مغزش ریخته زمین. ای بابا، ممنونم از شما عزیزم. لطفا اجازه خدمتتون توضیح بدم. الان من سامان رو دیدم که اومد مقابل این کریاس در و گفتن این چیزها رو ما نمیتوانیم نشان بدهیم. صحیح هم نیست که
مغز پریشان شده یک جوانی در خیابان روی تلویزیون نشان بدم، این عرض کنم که این یک ضربه روحی برای همه خواهد بود. باری هموطن گرامی، درود بر شما، با سپاس از سامان، با سپاس از شما بزرگواران که توجه فرمودید. فراموش نکنید که آقای شجره استمداد طلبید برای اینکه بتواند روی دو ساتلایت باشد. حالا به چه وجهی این جریان محقق خواهد شد بنده نمیدانم، اما اعلام کردن که برای کمک ها زنگ بزنید آقای شجره. سپاسگزارم از شما و شعار همیشگی رو اینجا تکرار میکنیم که درود بر شما، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، دور باد استبداد، زنده باد دموکراسی. تا برنامه دیگر.